دعا کن اونی که تو فکر منه نباشه. دعا کن. یا فاطمه زهرا. وای نه، دیگه نمیتونم، به جون خودم دیگه نمیتونم تا بیارم. این چند وقت به خاطر جمال خدا میدونه چقدر بهم سخت گذشت. به روم نمی آوردم اما قلبم داشت از حلقم در می اومد. دیگه نمیتونم یه نگرانی دیگه، یه فکر بد دیگه ببینم. قلبم وای میسه یاور، نفسم بالا نمیاد، نمیتونم یه نگرانی دیگر رو تحمل کنم. شوکت، طوری نشده که، من که چیزی نگفتم. آدم زاده دیگه همیشه خیالات بد تو سرش وول میخوره، من که نگفتم. محسن، اگه بشه چی؟ اگه خدایی نکرده همونطور که گفتی دعا کنم نشه، اگه بشه چی؟ شوکت، بشه چی؟ شوکت وای خدا. شوکت آروم باش. شوکت شوکت، منو نگاه کن، منو نگاه کن. چی میگی؟ من که نمردم هنوز که. آخه تو خودت مگه چقدر طاقت داری؟ شونهات چقدر جا داره که این همه بار رو دوش خودش بکشه؟ این همه چه کنم؟ شوکت ببین، من که تنها نیستم. تو هستی، من تنها نیستم. تا تنها نیستم از پادر نمیام. بذار یه چیزی بهت بگم شوکت. بگو. اینجوری نه، آروم باش تا بگم. خیلی خوب، بگو. شوکت، یه طرف این قضیه میتونه خیلی خوب باشه. این فیلم های تلویزیون دیدی؟ هر کدوم از آدم های این فیلم، یعنی هر کدوم از این آرتیست ها که صاحب فیلمه، حالا نمیدونم که کارگردان، نویسنده هست، فیلم برداره، هر کی که هست، اون آرتیست هایی که بیشتر دوست داره نقش سخت رو بهش میده، اونی که بیشتر دوست داره اون نقش سخت رو بهش میده. چرا فکر نمی کنی همه اینا یه نشونه هست که اون ما رو خیلی دوست داره، بیشتر از بقیه دوست داره، واسه همین اون نقش سخت به ما داده، واسه این که ما پیش اون از همه بهتریم، از ما راضی تره. خب چرا اینجوری فکر نمی کنی؟ شوکت، جگرم علا میگیره وقتی تو گریه میکنی، جای گریه نیست. من هنوز نمردم شوکت، من تا این دنیا رو برات بهشت نکنم خیال مردن ندارم. غزل، بذاری صندوق با کنیم. چشم. پدر مادرت کجا؟ الان میرم صداشون میکنم. بودو کجا با این عجله؟ برم مامان اینا رو صدا کنم. پدر بزرگ، دارن وسایل جمع میکنن عزیزم، خودشون میاد. باشه چشم. آقا یاوه، یکم حوصله کن. چشم، حوصله میکنم. محسن، یه لحظه بیم جو. اینا بسیم، بخیم گرنیم مسواک یادت نره.
جانم بابا. مراقب آقا جون باش. دم افطاری هم برو سالن، این کمال یه پسش بر نمیاد. یه خود شلوغ بلوغ میشه. باشه چشم. این کیفت هم میاری؟ نه اون سیاه رو میارم، این تو طلا همه. اون میزه چی شو گفت صندوق؟ حالا میذارم بعدم. من میبرم. من میارم چمدونتون. مراقب خواهرت باش. چشم. یا قربونت برم مادر. غزلتون همه چی گذاشتی بابا؟ بله بابا، محسن همه چی رو گذاشت. اصلا نمیخواد بچه باشه. آجون من گفتم محسن تو این مدت که ما نیستیم بیاد هوای سالنو داشته باشه. دست درد نکنه، خیلی کار خوبی کردی. غزل مراقب مادر جون باشی. چشم مامان، خیالتون راحت. ولی اینجوری تو زحمت میافتین آقا جون، ما خودمون میرفتیم. بابا راهی که من دارم میرم از جلو ترمینال رد میشم، شما رو اونجا پیاده میکنم دیگه. حالا چرا انقدر اتوبوستون دیر راه میافته؟ واسه این که نمیخوان روزشون بشکنه. آها سوار شین. بمون اصلا درد نکنه. خدا حافظ. شما بفرمایید داخل مادر بزرگ. من اینا رو جمع دست درد نکن. شب بد خوابیدی، چیزی لازم نداری؟ دستتون درد نکنه، من روزم. قبول باش. سلامت باش. الو سلام. الو چطور میتونی داداش؟ خوبی؟ قرار فردا صبحمون که یاد نرفته با 3 میلیون نقد. داداش من نمیدونم دیگه، میخوای قرض بگیری چیزی بفروشی بدزدی؟ ببین صابونه منم یه روز اجراش این بر اومرشه قبول نمیکنه، باید سر وقت اجراشو بهش بدم. فردا 3 میلیون نقد با دست پر میای. ببینم در مورد اون جوار خانم والده فکراتو کردی؟ اونو فکرشو نکرد. ببین یه لحظه است، یه آنه. تو که نیاز نیست گاف صندوق کمودی چیزی واکنی. آدمای مثل خانم والده شما جوارتشون همینجوری پخش و پلاس تو خونه. یه تیکشو بردار. هم من به ماشینم میرسم، هم از دست من راحت میشی. پس فکراتو بکن، فردا 9 صبح همون جای همیشگی. کاری نداری با ما؟ Thank you.
ای بابا. الو آصف سلام، میشه هم دیگه رو ببینیم؟ یه ساعت دیگه. باشه خدافظ. خداحافظ مادر بزرگ. عزیزم کجا داری میری؟ میرم بیرون کار دارم. با اجازتون. به امان خدا. الو نگفت کجا میره؟ خیلی خوب، شما زیاد نگران نباش. آره دیگه، گفتم نه نگران باش نه غصه بخور. باید بیشتر سر در بیارم که چه خبره. آره چرا میخوای؟ یه سه تومن اینه تا فردا صبح. بذار برسیم آبر بانک، میریزم به حسابت. جبران میکنم. سه تا من؟ بفرمون دست در نکن. درست جلو در رستوران وای میستادی که پدر بزرگم ببینه. میخوام داماد آیندهش عادت کن. مزه نریز، من رفتم، کاری نداری. برو مراقب خودت باش. مواظب باش. خدافظ.
مرحله باید نمک و فلفل و ادویهشو زده باشی. شما بگیر که زدم. خیلی خوب. بعد یه دونه فلفل برمیداری، خیلی با احتیاط شروع میکنی به کندن سرش. بعد تلفنت زنگ میزنه، بلند میشی، تلفنتو برمیداری. چرا جواب نمیدی؟ بچه های دانشکده. الو، الو، سلام آقای آصف. من همین الان به خاطر شما یه دروغ به مادر بزرگم گفتم. این دقیقا همون کاریه که دلم نمیخواد انجام بدم، برای همینم قرار نیست که شما به من زنگ بزنید. اصلا شما باید فهمیده باشین که من اهل قرار و کافه و اینجور حرفا نیستم. خیلی مهمه، باور کنید. آصف لطفاً پشیمونم نکنین از اینکه نامتون رو خوندم. این میخوام آخرین تماسی باشه که شما با من دارین. نه اصلاً راجب خودمون نیست، باور کن، راجب محسنه. فکر کنم برای خودش گرفتاری درست کرد. چی؟ یه زن نگرانشم. چه گرفتاری؟ بله، من امیدوار بودم شما بدونی. البته میزنم 100% نیست، ولی خب فکر میکنم درست باشه. نه خب نمیتونم پای تلفن بگم، اگه میشه حضوری ببینم تو خیلی خوب میشه. نه نه اصلا بهونه واسه دیدن شما نیست، البته من آرزو ببینم تو، ولی خب آقا بحث محسن جدیه، حتما باید ببینم تو. بله آبا تا یه ساعت دیگه. اگه ساعت پاک بسن مامان بزرگ، من زود برمیگردم. غزل خانم کجا؟ به مادر بزرگم بگین یه تو که پا میرم سر کوچه، زود برمیگردم. باشه. غزل کجا رفت؟ گفت میرم تا سر کوچه برمیگردم. غزل خانم، خانم چلایی. سلام. سلام. بفهم. میشه فقط حرفتون رو زودتر بزنین؟ بله، برای کسی شما رو اینجا ببینه؟ نگران اون نیستم، به مادر بزرگم گفتم زود بر میگردم، واسه همین. بله چشم، راستیتش همونجوری که پشت تلفن بهتون گفتم، من یه مقدار نگران محسنم. بابت درس و امتحانه؟ نه نه اصلا از اون جهت نه. پس چی؟ نمیدونم چجوری بگم، یعنی گفتنش ناراحت هم میکنه واقعا، ولی امیدوارم شما هم برداشته بد نکنید.
حرفتون رو بزنین آقا آصف. مردم از دلشوره، قضیه چیه؟ محسن دو سه ساعت پیش 3 تومن من قرض گرفت. خب یه وقت فکر نکنیم الان دارم حرفای خصوصی بین دو تا رفیقو به شما میگم و میدونم کار بدیه، ولی اصلا اینجوری فکر نکنیم. اصل حرفتون رو بزنین آقا آصف. محسن تو حسابش 3 تومن پول بود، بگو میخوام لباس بخرم، الان 3 تومن تو حسابش نیست که، هیچ، از منم پول گرفته. محسن اگه همه زندگی منو آتیش بزنه اصلا برام مهم نیست. یه وقت فکر نکنید من الان به خاطر... نه من همچین فکری نمی کنم. ولی نگران شدید. بله مثل من. فکر میکنین برای چی تو 2 روز؟ فکری که من میکنم فکر خوبی نیست، ولی به نظرم تصور من درست. خب این تصور چیه؟ محسن گرفتن این سایت های شرط بندی شد. غیر ممکنه. میگم اصلا اونطوری نیست که مثلا شبا تا دیر وقت بیدار بمونه درگیر فضای مجازی و لپتاپ و گوشی و اینا باشه. آره خیلی شبا دیدم که تا دیر وقت چراغ اتاقش روشنه. اصلا اینا همینه. اولش یکم سرگرمیه، یکم هیجانه، یکم هم پول اولش، بعد زندگی آدم رو به فنا میده. من محسن این همه سال باش رفیقم، میدونم آدمی نیست اصلا کسی پول قرض بگیره. این حتما گیره، مشکل داره، گرفتاره. خیلی یارو میشناسم اصلا یارو ورشکست شده، زندگیش به فنا رفته، آلوده شده. حتی تو روزنامه هم خوندم یارو خودکشی میکنه. من خیلی نگرانشم غزل خانم، خیلی نگرانشم. خیلی ممنون که گفتین، این واقعا رفاقت واقعیه. خوب کردین که گفتین. من فکر میکنم بهتر قبل از اینکه به پدر و مادرم چیزی بگم با خودش صحبت کنم. بله خیلی خوشحال شدم دیدم اتون. فکر کنم با اجازتون صبر کنی، من یه خورده حرف دارم باهاتون. بهتره که یکم دیگه بمونیم. بله بفرمایید. چند وقت پیش یه اتفاقی برای مادرم افتاد، برای پدر و مادرم. این اتفاق اگه برای هر کس دیگه بود، برای هر خانواده دیگه بود، ممکن بود که کل اون خانواده از هم بپاشه. اما تو خانواده ما اینطوری نشد، همه چیز حل شد، بهتر از روز اول حتی. میدونین علتش چی بود؟ علتش این بود که مادر بزرگ و پدر بزرگ من، مادر منو از ته دل درست مثل بچه خودشون دوست داشتن. تقصیرها رو ننداختن گردن مادر من چون عروسشونه و اون پسرشونه، برعکس کنار مادرم وایسادن مثل کوه، انگار که پدر مادر واقعی اونه. همیشه از همکلاسیام شنیدم که میگن ما که با خانواده اون ازدواج نمی کنی، با خود اون ازدواج میکنی. این چرت در این حرفیه که تا حالا شنیدم. آدم ها وقتی با هم ازدواج میکنن عضوی از خانواده هم دیگه میشن. این نیستش که خانواده مهم نباشه، برعکس خانواده مهمترین چیزه. پدر بزرگ من شما رو آدم ناسالهی میدونه، از پدرتون و احتمالاً از شما هم متنفره. احتمالاً پدر شما هم همچین نظری رو درباره من و خانواده من دارن. این مسئله مهمیه، نمیشه پشت گوش انداخت، نمیشه بگیم حالا ببینیم چی میشه. نه نمیشه. هرچقدر هم که شما به من علاقه داشته باشین یا من به شما، اول از همه قبل از هر چیزی باید این موضوع رو حل کنیم. چجوریش رو نمیدونم، اما امیدوارم که خدا کمکم کنه. با اجازه، خداحافظ.
بفرما. ماشین دمه در. کارت تموم شد؟ بله پدر بزرگ. فقط این که یه سری از مشتری ها انعامشون یا نقدی دادن یا کارت کشیدن، اونا رو نمیدونستم چی کار کنم، همه رو جمع زدم و نوشتم روی این کاغذ. خوب کار کردی. تو اون کشوی کاغذ هست رو سهمی که اونجا نوشته بین کارگرای آشپزخونه و سر میز و گارسونا و آقای کمالی و خودت تقسیم کن. چشم. نه الان، فردا. الان پاشو بریم. حالت خوبه پسر؟ بله پدر بزرگ. خوبه. هنوز سر در نیاوردی؟ هنوز نه، اما در میارم. شاید خبر همچین پروپوداری نباشه. هرچی که باشه باید بفهمم چیه. شوکت جوان، جماعت این شیشه است. شیشه دنیای امروز همه این قاطر جمعون شه. وقتی تو خونه 10 تا جمعون داری، انگاری 10 تا جام شکستنی رو برای قاطر جمعونش کردی. یه لنگر بی جا، یه چاله کوچیک، یه عرر اضافی، یه لنگ و لغت قاطر جمعونش، همه شیشه ها رو بشکنه. من باز حواسم جمع باشه. ایشالا چیز مهمی نباشه. همین طوری به اون راننده 10 تا چیز ممکنه باشه. من به همش فکر کردم. به هر کدومش که فکر میکنم میبینم چیز خوبی نیست. هر کدوم که باشه بازم ناجوره. شما برو بالا، من بعد میام. باشه. من اصلا نمیفهمم تو به چه حقی منو سینجی میکنی؟ پاهانه نمیخواد وقتی ببینم با سرداری میافتی تو چه، حق ندارم. من تو چه نمیافتم. من به اندازه کافی عقلم میرسه. باشه، شما که عقلت میرسه میشه به من بگی چرا امروز از آصف 3 میلیون پول قرض کردی؟
اصلا عاصف غلط کرده اومده به تو گفته. کی گفته بیاد به تو بگه؟ رفاقت کرده که گفته، نگرانت بود که گفت. رفاقت کرده، نگران من بوده. عاصف دنبال بهونه بوده. چرا چرت و پرت میگی محسن؟ چند روز پیش خودت تو 3 میلیون پول تو حسابت بود، بعد امروز رفتی 3 میلیون دیگه از عاصف قرض کردی. خب من نباید بپرسم چه مرگته، کجا گیر کردی؟ من خواهرتم، به جای اینکه برم به بابا و بابا بزرگ بگم، اومدم از خودت میپرسم چیه، چته، کجا گیر کردی؟ آصف راست میگه افتادی تو این سایت های شرط بندی؟ ببین یک کلمه دیگه نمیخوام بشنوم. الان هم اعصاب ندارم، حوصله‌ام ندارم. هرچی هم که آصف فکر کرده اومده به تو گفته غلط زیادی بوده. الانم برو بیرون، میخوام بگیرم بخوابم. من اندازه کافی خودم عقلم میرسه، خودم میدونم میخوام چیکار کنم. محسن جانم، اگه چیزی هست به منی که خواهرتم نگی، به اون آصف که رفیقت نگی، پس به کی میخوای بگی؟ گرفتاریت هرچی که هست، هرچی که هست، هم من هم آصف پشتتی. فقط بگو قضیه چیه. من هیچ گرفتاری ندارم، به جز تو که الان نمیذاری بگیرم بخوابم، و آصف که تو کارهای من فضولی میکنه. بهت گفتم برو بیرون، میخوام بگیرم بخوابم. باش برو. اه؟ شب بخیر مادر بزرگ. شب بخیر. شما چرا اینجا وایسادی؟ یه لیوان آب بخور. چیز تازه ای شده؟ شوکت، فردا صبح حواست به محسن باشه. اگه خونه رفت بیرون فوراً به من خبر بده. ماشین اینجا آژانس ماشین کجاست؟ تو خیابون پشت دانشگاه یه آژانس هست. خواهش میکنم، خواهش میکنم، میفرستم خدمتتون. چشم قربان شما، خداحافظ شما. حاجی‌زاده سرویس داری آقا. سلام علیکم.
سلام آقا، خوش آمدید. کجا تشریف میبرید؟ شما اینجا یه آقای راننده دارین؟ آقای راننده اینجا زیاد داریم. آقا کدومشون کار داری؟ من یه آقای راننده که ماشین سربی رنگ داره، گلگیرش هم تصادفی سمت راننده. فلا رو میگی؟ آره همون نظرم. شکایتی ازش داری؟ نه شکایت چی؟ چیزی تو ماشینش جا گذاشتی؟ نه بابا، نفس بکشی هفتن بده بزنم حرفم بزنم. بفرمین. میخوام باش تا جایی برم. گفتم که الان سرویسه، ماشین دیگه خواستید بدم خدمتون آقا. نه اون هم یواش میره هم دود سیگار اذیتش نمیکنه و اون راحتم. فعلا رفته سرویس، باید وایسی تا بیاد. باشه برمیگرده. به سلامت. جانم سلام. چش چش های مره چش میفرست. قربان علی سلام، حالت خوبه؟ داداشت اومده؟ آه خوبه، منم میام تا یکی دو ساعت دیگه. حالا نقدان که کشیکم اینجا. آره فعلا. مخلصی محمد خان باش. این آقای فلاح نایمد؟ چرا اومده؟ فلاح؟ فلاح؟ جونم بیا دقیقه. سرویس داری آقا، کجا تشریف میاریم؟ آقا بفرمایید. کجا میری؟ فعلا برو تو بزرگ را و بهت میگم کجا میری. خارج شهر کیلومتری ها؟ باشه حساب بکنیم. اونجا پیاده میشین؟ تا ببینیم چی پیش میاد، شاید پیادش هم شاید نه. فعلا را تو برو. بس در اختیار. آره در اختیار. اذیت نمیشه یه سیگار بکشم؟ نه بکش. دمت گرم.
حقوق بزن. چشم. برو تو. بله برو تو. همینجا آقا؟ آره. چند تا جعبه هست باز کمک کنی بذاریم تو صندوق عقب. قربونت برم، من کمر درست حسابی نرم، چیز سنگین نمیتونم بلند کنم. سنگین نه، شاید همه کمی پول بتونه کمر درده تو خوب بکنه. قربون آدم چیز فهم، پول هستم. جعبه نمیدنم. حالا این جعبه ها چی هست؟ آقا آقا از یه چیز بزرستان چیه؟ آقا به جون خودم هم فقط یه راننده هم با این لگن خرج 500 آیلر میدم. آقا چی؟ جا ماشین میخوای بیا دوست این سویچ، ماشین میخوای بیا این سویچ به هم بذار من برم. آقا من نکشین کشین چش 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 آقا به جون بچه بشین چش. منو میشناسی؟ نه آقا به جون بچم تاله شما رو نهیدم. چرا؟ دیدی؟ آقا من که مریض نیستم، آقا اگه دیده بودم قبلا خب یادم میومد. شما یادت نیست؟ لابد اون وقتی که دیدی مست نقشه و گنجی بودی که پیدا کرده بودی. آقا من و شما اشتباه گرفتیم، من جای کس دیگه گرفتیم بابا، اصلا من تو این وادی ها نیستم. تو وادی تلکه کردن چی؟ وادی چی؟ اون کاپشنی که تو ماشینت جا مونده بود یادته؟ دادیش به من. آره یادم. من پدر بزرگ اون پسری هستم که چند روزه داری عذابش میدی. آقا غلط کردم، آقا به خدا صد بار غلط کردم، به خدا از سر گرفتاری و بدبختی بود. زار نزن. چقدر ازش پول گرفتی؟ چقدر گرفتی؟ آقا نزدیک 6 تومن. چرا اون پولو به تو میداد؟ لال شدی مگه؟ نه. پرسیدم واسه چی اون پولو به تو الدنگ باج میداد؟ آقا حق و سکوت بود. آقا میخواست ما یه چیزی نگیم، میخواست ما جلو زبونمو بگیریم. آقا به کسی چیزی نگی. چیو نگی؟ گفتم چیو نگی؟ اون چی کار کرده بود که میترسید دستش رو بشه؟ آقای آدم کشته. با
بکش راحتم.